درود بر هموطنان شجاع و آزادی خواهم در جای جای این کره خاکی اینجا کیوس است و در دقایق آینده با مهمترین اتفاقات روز در خدمت شما هستیم تایید خبر کیوسی در 24 ساعت انتشار عکس فرد مهاجم به مولوی عبدالحمید خونسا شدن طرح ترور جنجال بی سابقه در مجلس نطخ تند و آتشین نماینده زن خطاب به رئیسی اما قبل از مشروع این اخبار این برنامه رو تقدیم می کنیم به روح جاوید نامان وطن ندا آقا سلطان، حمید حسن بی گراغی، عبول فضل عبداللهی، محسن حدادی، فاطمی سمسارپور و اشکان سهرابی که همگی در روز سیوم خرداد 1388 توسط جمهوری اسلامی در راه میهن و آزادی کشته شدند. امروز در چهاردهمین سال گرد این واقعه هنوز بر اهلی که با یاران بستیم پایبندیم و تنها یک جمله تسلی بخش ما آزادی خواهان است. قسم به خونه یاران ایستاده ایم تا پایان در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم تایید خبر کیوسی در 24 ساعت انتشار عکس فرد مهاجم به مولوی عبدالحمید خونسا شدن طرح ترور وبسایت خالوش تصویر و مشخصات فردی را که متهم شده از سوی اطلاعات سپاه پاسداران قصد داشته در پوشش طلب علوم دینی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان را با سمت ترور کند منتشر کرده است بر اساس گزارش این وبسایت نام این فرد متهم غلام معروف به غلاموک از اهالی شهرستان دلگان است یک منبع مطلع از جزئیات این توطعه درباره هویت و نحوه شناسایی این فرد به حالوش گفت این فرد از حدود دو هفته پیش در مسجد بوده و محل اسکان او نیز در مسجد بوده و پیوسته در یکی گوشه ی مسجد مشغول ذکر و عبادت بوده است به همین دلیل به این فرد مشکوک میشوند چرا که با وجود آنکه به عنوان طلب حضور داشته است اما در این مدت به سر کلاس نمی رفته است او افسود با وجود آنکه چون این فرد عبادت گذاری است اما در صفحه اول دیده نمی شده و کم کم به این فرد مشکوک می شوند و دیگر تا دیشب این فرد را دستگیر می کنند و میبرند. این منبع حالوش در رابطه با نحوه کشف شدن توطئه نهادهای امنیتی برای ترور مولوی عبدالحمید توضیح داده است نقداری چیز عجیب در نزد او پیدا می شود و از او میپرسند اینها چه هستند او میگوید اینها سم هستند بعد اعتراف می کند که من مدتی می شود که آمده ام اینجا و قصد داشته ام مولوی عبدالحمید را از طریق سم ترور کنم این فرد در رابطه با روش اثرگذاری سم توضیح داده است این نوع سم از طریق تماس لمسی عمل می کند و سمی است که فورا تاثیر نمیگذارد منبع حالوش در رابطه با ارتباطات سازمانی این فرد توضیح داده است او با یک افسر امنیتی در شهر کنارک در ارتباط بود است و به گفته خودش هفته 15 میلیون حقوق دریافت می کرده است روز دوشنبه سایت حالبش خبر داد که انتظامات مسجد مکی فردی را که از طرف اطلاعات سپاه پاسداران مأموریت داشته در پوشش طلبه علوم دینی مولوی عبدالحمید را به وسیله سم رول کند شناسایی و بازداشت کرده است پس از انتشار این خبر حالبش گزارش داد که مردم زاهدان در حال رفتن به سمت مسجد مکی هستند و اینترنت شهر هم با اختلال شدید مواجه شده است در پی انتشار این گزارش دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان با صدور بیانیه‌ای بازداشت یک فرد مشکوک در مسجد مکی را تایید کرد و نوشت فرد مزنون که ظاهرا با برخی نهادها وابستگی دارد اظهارات و اعترافات مختلفی کرده که در دست تحقیق و بررسی است مولوی عبدالحمید از ابتدای آغاز خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی یکی از حامیان این خیزش در درون ایران بود است او هر هفته در نماز جمعه زاهدان علیه جمهوری اسلامی سخنرانی کرده و کشدار معترضان به ویژه کشدار معترضان در زاهدان را محکوم کرده است مولوی عبدالحمید پیشتر با اشاره به کشدار مردم این شهر در جمعه خونین علی خامنه و مقامهای جمهوری اسلامی را مسئول آن خوانده و گفته است نسبت دادن این اعتراضات به تجزیه طلبی و گروهک ها همه کذب محض است به چه دلیلی دو ساعت مردم را به گلوله بسته حمله مقامات چهره ها و های وابسته به جمهوری اسلامی به عبدالحمید اسماعیل زهی در ماهای گذشته همواره ادامه داشته است. آبان ماه امسال فایلی صوتی از سوی گروه حکری بلک ریوارد در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفت که نشان میداد جمهوری اسلامی از آغاز اعتراضات در ایران طرح تخریب عبدالحمید اسماعیل زهی را در دستور کار قرار داده است. بر اساس فایل صوتی به دست آمده از حک خبرگزاری فارس قاسم قریشی جانشین سازمان بسیج میگوید که مصطفی مهامی نماینده علی خامنه ای در سیستان و بلوچستان و ستاد کل نیروهای مسلح گزارشی را درباره کشدار زاهدان به دفتر خامنه ای داده و او نیز دستوراتی در پاسخ به این گزارش ها داده است در این جلسه که مربوط به دیدار گروهی از مدیران رسانه های وابسته به حکومت در نشستی با قریشی است مدیران رسانه ها پیشنهاد می کنند روی سخنان مولوی عبدالحمید علیه حقوق زنان تبلیغ و گفته شود که بیشترین تبعیض علیه زنان از سوی اهل سنت و در سیستان و بلوچستان اعمال می شود قریشی در این فایل صوتی گفت در مورد مولوی عبدالحمید ما اشتباه کردیم ما اول انقلاب خانه های آن منطقه را از بین بردیم و به عبدالحمید بالو پر دادیم کسی اینها را آدم حساب نمی کرد. امام جمعه اهل سنت زاهدان ما با وجود فشار و تهدیدهای امنیتی به سخنان انتقادی خود ادامه داده است. جنجالی بی سابقه در مجلس نطخ تند و آتشین نماینده زن خطاب به رئیسی در ادامه تنشهای های هفته های اخیر در مجلس جمهوری اسلامی انتشار ویدیویی از نطخ جنجالی یک نماینده زن گمان زنی ها را در ارتباط با فروپاشی ساختاری نظام ها و از همگسستگی نظام قدرت را بیشتر کرد این نماینده با کنایه به مسئولان رد بالای نظام میگوید آمریکا غلطی نمی کند چون همواره ما مسئولین غلط ها می کنیم آمریکا هیچ غلطی نمی کند چون همواره ما مسئولین غلط ها اشتباهات تاریخی را مرتکب شدیم خیانت به کشور شاخ و دم می کنیم سیاست را تنظل <applause> همچنین صبح امروز رسانه ها در ایران از بروز تشنج و اعتراض نماینده ها در پی ورود وزیر کشور به سحن مجلس در روز سهشنبه سیوم خرداد ما خبر میدهند نمایندگان به بخشنامه جنجالی با امضای معاون سیاسی وزیر کشور اعتراض داشتند. خبرگزاری تصنیم روز سهشنبه خبر داد که در جریان نشست علنی مجلس احمد وحیدی وزیر کشور در بد به ورود مورد انتقاد تعدادی از نمایندگان قرار گرفت و دست کم یک نماینده تهدید کرد که در اعتراض به حضور او سهن را ترک می کند. پایان رایگیری رسیم شد دوستان خواهش می همکاران محترم خواهش می کنم ادامه بده رو... بنوشته این خبرنگاری آقای وحیدی روز سهشنبه برای بررسی بخشنامیه اخیر معاونت سیاسی وزارتخانه خود به مجلس رفته است گرچه اخبار رسانه های حکومتی حاکی از برقرار شدن آرامش در سحن مجلس پس از دقایقی است به نظر میرسد بخشنامهای که درباره انتخابات پیش روی مجلس توسط معاون سیاسی وزیر کشور ابلاغ شده همچنان باعث دلخوری نمایندگان است آنطور که تصمیم توضیح داده در بخشنامهٔ اخیر وزارت کشور آمده است که به موجب قرار داشتن در سال منتج به انتخابات مجلس استانداران فرمانداران و بخشداران دیگر نباید تعاملی با نمایندگان مجلس یازدهم داشته باشند علیرضا سلیمی نماینده محلات طی تذکری شفاهی در اعتراض به مفاد این بخشنامه گفته است که بخشنامه مذکور عملا به معنای آن است که معاون وزیر کشور نمایندگی مجلس را به سه سال محدود کردند و این مقایر قانون اساسی است او در ادامه این بخشنامه انتخاباتی از طرف معاون وزیر را که رئیس ستاد انتخاباتی کشور هم هست توهین به مجلس دانسته و گفت باید گفت مجلس آقا اجازه نیست و اگر برخی خیال کردند که مجلس باید به فرمودی آنها عمل کند اشتباه کردند موضوع نامه معاون سیاسی وزیر کشور به تاریخ 11 خرداد ماه دستور به عدم ورود نمایندگان در امور اجرایی در سال پایانی مجلس توصیف شده است. نامی که به نوشته خبرگزاری رسمی دولت ایرنا هدف از آن تنها سیانت از سلامت انتخابات بوده است برای مثال به نوشته ای ایرنا در روز دوشنبه در بند هفتم از این بخشنامه تاکید شده که از هرگونه انتصاب مدیران و به کارگیری نیرو بر اساس توصیه‌های های خارج از مجموعه دولت و همچنین کاندیداهای انتخابات پرهیز شود ایرنا در دفاع از بخشنامه چنین توضیح داده است بهرهگیری سیاسی از هر خدمتی که به مردم ارائه می شود و طرح شعارها و موزگیری هایی که برای جلب آرای مردم صورت می‌گیرد، قطعا آثار منفی بر مشارکت و سلامت انتخابات خواهد گذاشت. با این حال این دستور به مذاق نمایندگان خوش نیامد و اعتراضات در روز دوشنبه 29 خرداد ماه نیز آنقدر بالا گرفت که وبسایت انتخاب به نقل از یک نماینده و عضو کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد بیش از 100 نماینده نامی استیزاه وزیر کشور را امضا کردند و بیش از 200 نمایندگی مجلس هم موافق استیزاه هستند. تمام اعتراضات و تهدید به استیزاه در حالی است که احمد وحیدی روز یکشنبه در نامه‌ای به استانداران سراسر کشور وندهای جنجالی بخشنامی معاون خود را که به نوشته ی ایرنا موجب سوء برداشت و سوء تفاهم برخی نمایندگان مجلس شده لغو کرد به نظر میرسد این اتفاقات و تهدیدها وزیر کشور را روز سهشنبه به مجلس کشانده تا در جلسه غیرعلنی با نمایندگان گفتگو کند انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار است روز یازدهم اسفند ماه سال جاری برگزار شود اما روز هفتم خرداد 1403 آخرین روز کاری نمایندگان فعلی خواهد بود به گفته مقام های رسمی جمهوری اسلامی در سال 1399 مشارکت سراسری در انتخابات مجلس 11 هم تنها 42.5 درصد و این رقم در تهران 25 درصد بود که پایین ترین میزان رسمی مشارکت در انتخابات 41 سال پیش از آن به شمار می رفت. همراهان عزیز و گرامی به پایان این برنامه شبانگاهی از کیوسکی رسیدیم. ما در کیوس کمواره تلاش می کنیم تا با اخباری بروز و با بالاترین کیفیت خبری میزبان خانه های شما باشیم. فراموش نکنید لایک ها و کامنت های شما انرژی بخش تیم خبری پرتلاش ماست. شب بر همگی خوش پاینده و پیروز باشید.